صبح به غیر همه کنان ارجمند هنگامه انتشار در برنامه رو در رو شنبه 27 از ماه نوامبر 2010 مسیحی میلادی مقارن با 2718 مادی از زمان دولت تشکیل دولت مادها در ایران شنبه ها پنج شنبه ها 7:30 بامداد به وقت کالیفرنیا، ایران 11:30 اروپا 9 ساعت از ما جلو هستند. به هر حال ما بر روی هاتبرد هستیم و همه جای جهان اگر بخوام ساعت رو بگوییم فرق میکنن. بازپخشش هم میره 6 صبح به وقت کالیفرنیا امروز. در این سالها که برنامه تلویزیونی رو در رو بوده سعی کردیم آسیب‌های اجتماعی در ایران رو به ویژه بر روی زنان و فرزندانش. من همیشه یک جامعه رو میگم از مادر، از بطن مادر زاده میشه، مادر و فرزندانش، آنچه از آسیب‌های اجتماعی بوده، آنچه ناشی از یک حکومت مذهبی الهی به نام حکومت جمهوری اسلامی بوده بر زن ایرانی رفته و مقاومتی که این زن کرده. چادر رو به زور بر سرش کشیدن، خودش کشف حجاب کرد. یعنی با شکنجه اگر صورت زن ما تیک میمالید، تیغ میکشیدن، اسید میپاشیدن به صورت زنها، سوسک پاشو میذاشتن تو سطل سوسک اگر پاش معلوم بود. یعنی یک زن طالبانی در شروع انقلاب از زن ایرانی ساختن، غافل از این که این زن از اون شیشه رو شکسته و بیرون اومده. دهه هاست بعد از مشروطه و در طول قرون ژن فرهنگی زن ایرانی به کل با زنان مسلمان دیگر فرق میکنه. نمیشه این زن رو زن طالبانی کرد. و گزارش هایی که دادیم، البته ببینید روزنامه نگاری یک بخشی از انعکاس مصیبت ها و مظالم و مسائل اجتماعی است آنچه بر انسان هاش میده. در این سالها بسیار کتاب نوشته شده در داخل و در ایران، در خارج. نمیگم تمام کتاب ها رو خوندم چون امکانش نداره، ولی تا اونجا که بررسی کردم و خوندم نوشته های یک کتابی اومد به نام بامداد خمار، نوشته خانم بگم سپیده سید جوادی اگر اشتباه نکن. چقدر این داستان زیبا بود. البته اینم مربوط میشد به ماجرای دوره قاجار قصهش. بعد ما دیدیم که کپیکت یا کپی شد، یعنی داستان مشابه بامداد خمار که رکورد فروش رو در ایران شکست، دیدیم این هی تکثیر شد تا با قصه های امروزی، با قصه هایی که بعد از نظام جمهوری اسلامی بر زن رفته. و بعد انتشار اینها، ارسال اینها به خارج از کشور، تمام قصه های جالب و زیباست. اما قلم روزنامه نگاریست، گزارشگریست، رپورته، توهی از اون فن هنریست که داستان رو پیوند میده. مثلا بی نوایان ویکتور هوگو که ماجرایست واقعی از زمان خودش و قهرمانانی که در کنار هم گذاشتن. و انسان ممکنه هزار و یک گزارش از فرانسه در زمان ویکتور هوگو بداند، اما آنچه در ذهنش همیشه میبونه ژان والژان به عنوان یک قربانی اجتماعی است. این هنر یک نویسنده است که بتونه آنچه در اجتماعش میگذره خارج از گزارش و سبک و قلم روزنامه نگاری به شکل رمان عرضه کنه و در واقع نوعی دیگه از تاریخ رو در زمان خودش بسازه. بودن خانم هایی که به زبان انگلیسی نوشتن و خوشبختانه این هم یکی از اتفاقات خوب در کنار صدها اتفاق بد برای زن ایرانی بعد از انقلاب 57 بود که این دخترها یا در خارج از کشور زاده شدن، بزرگ شدن و امروز در پشت ویترین کتاب فروشی ها ما میبینیم کتاب هایی از خانم های ایرانی که به انگلیسی ترجمه شده. اما حدود
نمیدونم چند ماه پیش، 4-5 ماه پیش، من کتابی رو خدمت شما معرفی کردم به نام Marriage on the Street Corners of Tehran، ازدواج در گوش و کنار خیابان‌های تهران. این کتاب توسط یک بانوی ایرانی به نام نادیا شهرام، در واقع یک وکیل ایرانی، استاد دانشگاه، این خانم الان در دانشگاه نیویورک در بافالو تدریس رشته حقوق میکنند و مرتب در دادگاه ها از زنان ایرانی که کتک خوردن، فرزندانشون مورد شکنجه قرار گرفتن، به طور رایگان دفاع میکنند. و نوشتن این کتاب توسط یک وکیل ایرانی و کسی که مدت ها این کتاب در دستم بود، یعنی حدود چند هفته، تا اینکه با من تماس گرفته شده بود 5-6 ماه پیش که این خانم دارم برای امضای کتاب به لس آنجلس میان. من کتاب رو نخونده بودم، فرصتی نشد، اما کتاب رو که خوندم 2 جلسه هم نقد کردم. این کتاب شما رو میبره به تهران، به گوش و کنار خیابان‌های تهران و این ماجرای وقیح و در واقع روسپیگری اسلامی به شکل رسمی صیغه رو قلم میزنه. در واقع در این کتاب Marriage on the Street Corners of Tehran نشون میده که در یک جامعه آلوده انسانها برای گذر روز و روزگار خود باید آلوده باشن و چگونه به این آلودگی خو میگیرن و بعد چگونه متوجه میشن که میخوان از این آلودگی در بیان، ضمن اینکه خودشون از این آلودگی بیرون میکشن جامعه هم سعی میکنن با خود بیرون بکشن. این یکی از پدیده های نسل امروز ماست که در جامعه‌ای که سر تا پاش در فساد غرق دزدی، دروغ، باجدهی، پارتی بازی، فساد تا عمق استخوان قانون و ضمن اینکه زنان بازیگره این فساد هستن و از شیوه های خود فساد استفاده میکنن، چه میکنن؟ باز برمیگردن به ریشه های تاریخی خود، چون زن ایرانی فاسد نیست، زن ایرانی نظافتچی قانونه. و چگونه این زن قهرمان کتاب سعی میکنه که بیاد و خودش مصحح قانون و اجتماع بشه و پشت زنان مظلوم بیسته. در واقع خانم نادیا شهرام که کاری که امروز میکنن اون هدفی است که آتش قهرمان داستان این کتاب بهش رسید. آیا این کتاب واقعیه؟ آیا داستان زندگی خود نویسنده است؟ یا قصه های مختلفی که در این کتاب قرار گرفته؟ امروز خانم نادیا شهرام از بافالو نیویورک به لس آنجلس آمدن و در تلویزیون پارس و الان در خدمت هموطنان هستند. درود بر شما سرکار خانم نادیا شهرام. صبحتون بخیر خانم عزیز هنگام افشار. حالتون خوبه نازنین؟ مرسی، مخصوصا که الان نشستم اینجا و میتونم شما رو از توی مانیتور تیوی ببینم، حالم خوبه، مرسی. خب خانم نادیا شهرام، شما چهرتون بسیار جوانتر از عکساتونه و اینکه خانومی مثل شما به هر حال در این سن کتابی به این کتاب بسیار، من فکر میکنم این کتاب بر روش فیلم ساخته بشه، فکر میکنم، نمیدونم، اینم بگم حالا بگم شما تعصب کردی، شما که همه کتاب ها رو نخوندی، ولی المنت هایی در این هست که من خودم طول این سالیان گزارش میبینم بخش بخشش رو با سند و مدرک من گزارش دادم. اولا بفرمایید که قهرمانان این کتاب تا چه حد واقعی هست. اجازه بدید قبل از اینکه شما این رو بگیم، دختریست به نام آتش، این در یک مثلث تربیتی 3 زن 3 مادر، مادر خودش، مادر مادر، مادر بزرگ، مادر جون که به او میگوید توبا خانوم، که مرزنیست بسیار مذهبی، مسجد میره و همه چیز رو سنتی نگاه میکنه ولی عاشق این بچه، خود مادرم که عاشق بچه، و بعد جمیل خانوم مادر پدر که اون هم عاشق دختر ولی اصلا کاری به اسلام نداره، گویی سکولاره در واقع.
شاهنامه خانه، کتاب خانه. و این مادر معلوم نیست در اینجا واقعا مذهبیه یا غیر مذهبی، چون فقط این سه زن خوشبختی این دختر رو میخوان که در چنگال فساد اجتماعی افتاده. بفرمایید خانم نادیا شهرام، تا چه حد این قصه واقعیت داره؟ بدونین که کسانی که با من صحبت کردن راجع به رازهای زندگیشون رو تو خطر بندازم، بگم که قهرمان اصلی این کتاب آتش یک فیکشناله، یعنی قهرمان واقعی نیست، ولی درست شده کامپوزیت 20 تا از خانمایی هستن که من باهاشون صحبت کردم و اونا همه خانمهای واقعی هستن و البته یک مقداری از کاراکتر خود من، همونطور که شما گفتین خانم هنگامی جون اول برنامه، داخل این کتاب پیاده شده. افترال من نویسنده این کتاب هستم، ولی قهرمانهایی مثل مادر بزرگ توبا و مادر بزرگ جمیله اونا خیلی حقیقی هستن. اونا رو من پیاده کردم به دنبال مادر بزرگای خودم که متاسفانه فوت شدن وقتی که من توی آمریکا بودم، و چون خیلی دلم میخواست به زنده برشون گردونم، اقلا تو کتاب سعی کردم که تمام خاطرات جزئی که از مادر بزرگای طرف پدریم و طرف مادریم دارم روشون پیاده بکنم، و طوری که به من گفتن محبوب ترین قهرمانای این کتاب همون مادر بزرگ توبا و مادر بزرگ جمیله هست. بله بله. و چقدر این دو مادر بزرگ که با هم رابطه ندارن، با هم خوب نیستن به دلیل اختلافات فرهنگی، که بسیار مذهبی، دیگری نه شاهنامه خانم متجدد، اما به خاطر نفع آتش این دختر نوجوان اینها حتی روی هم رو میبوسن، طلا و جواهراشون رو، ثروتشون رو به گرو میگذارن، امانت میگذارن تا این دختر به دانشگاه تهران بره و به سرنوشتی که این سه زن بیچاره، مادرش و دو مادر بزرگ دوچار شدن نشه، در واقع یک زندگی مدرن داشته باشه. البته این قصه قهرماناش در آبادان هستن،